لوقا فصل 21. عیسی به چهار طرف دید و ملاحظه فرمود که دولتمندان هدایای خود را به صندوق بیت المال خانه خدا می ریزند. همچنین متوجه بیوزن بسیار فقیر شد که 2 روپیه به داخل آن انداخت. عیسی فرمود: بدانید که در واقع این بیوزن فقیر بیش از همه پول داده است، چون آنان از آنچه که برای آن مصرفی نداشتند دادند، اما او با وجود تنگ دستی تمام خرج معاش خود را داده است. عده درباره خانه خدا گفتگو می کردند و از سنگهای زیبا و هدایایی که با آنها تزیین شده بود تعریف می کردند. عیسی فرمود: و اما درباره این چیزهایی که در اینجا می بینید، زمانی خواهد آمد که هیچ یک از سنگهای آن روی سنگ دیگری نخواهد ماند، همه زیر و زبر خواهند شد. آنها پرسیدند: هی استاد، این کی واقع می شود و علامت نزدیک بودن وقوع این امور چی خواهد بود؟ عیسی فرمود: احتیاط کنید که گمراه نشوید. بسیاری به نام من خواهند آمد و خواهند گفت من او هستم، و آن زمان وعده شده رسیده است. با آنان همراه مشوید. وقتی درباره جنگ ها و شورش ها چیزی می شنوید نترسید. این چیزها باید اول واقع شود، اما آخر کار به این زودی ها نمی رسد. و افزود: ملت با ملت دیگر و مملکت با مملکت دیگر جنگ خواهد کرد. زلزله های سخت پدید می آید و در بسیاری از نقاط خشکسالی و بلاها، و در آسمان علامت های وحشت آور و شگفتی های بزرگ دیده خواهد شد. اما پیش از وقوع این همه شما را دستگیر خواهند کرد و به شما آزار خواهند رسانید. شما را برای محاکمه به کنیسه ها خواهند کشانید و به زندان خواهند انداخت. شما را به خاطر اینکه نام من بر شما است پیش پادشاهان و فرمان روایان خواهند برد، و این فرصت برای شهادت دادن شما خواهد بود. لازم نیست که جوابهای خود را قبلاً حاضر کنید، چون خود من به شما قدرت بیان و حکمت می دهم که هیچ یک از مدعیان قدرت مقاومت و تکذیب را نداشته باشند. حتی والدین و برادران و خویشاوندان و دوستانتان شما را به دام خواهند انداخت. آنها عده‌ای از شما را خواهند کشت، و به خاطر نام من که بر خود دارید همه از شما رویگردان خواهند شد، اما موی از سر شما کم نخواهد شد. با پایداری جانهایتان را رهایی خواهید داد. اما هر وقت اورشلیم را در محاصره لشکرها می بینید، بدانید که ویرانی آن نزدیک است. در آن موقع کسانی که در یهودیه هستند باید به کوهستانها بگریزند، و آنانی که در خود شهر هستند باید آن را ترک کنند، و کسانی که در خارج شهر هستند نباید وارد شهر شوند، چون این است آن زمان مکافات، در آن زمان که تمام نوشته های کتاب مقدس به حقیقت خواهد پیوست. وای به حال زنانی که در آن روزها حامله یا شیرده هستند، چون پریشان حالی شدیدی در این زمین رخ خواهد داد و این قوم مورد خشم و غضب واقع خواهد شد. آنان به دم شمشیر خواهند افتاد و به اسیری به تمام کشورها خواهند رفت، و اورشلیم تا آن زمان که دوران مردم بیگانه به پایان نرسد پایمال آنان خواهد بود. در آفتاب و مهتاب و ستارگان علامتها ظاهر خواهد شد. در روی زمین ملتها از غرش دریا و خروش امواج آن پریشان و نگران خواهند شد. آدمیان از ترس خیال آنچه بر سر دنیا خواهد آمد از هوش خواهند رفت، و قدرت‌های آسمانی بلرزه خواهند افتاد. آن وقت پسر انسان را خواهند دید که با قدرت و جلال زیاد بر ابر می آید. وقتی این چیزها شروع شود شما راست بیستید و سرهایتان را راست نگه دارید، چون رستگاری شما نزدیک است.
عیسی برای آنان این مثل را آورده گفت: درخت انجیر و یا درختان دیگر را ببینید، به محض این که میبینید جوانه میزند، میدانید که تابستان نزدیک است. به همان طریق، وقتی که وقوع همه این چیزها را ببینید، مطمئن باشید که برقراری پادشاهی خدا نزدیک است. به یقین بدانید که پیش از درگذشت نسل حاضر، همه اینها رخ خواهد داد. آسمان و زمین از بین خواهد رفت، اما سخنان من هرگز از بین نخواهد رفت. احتیاط کنید و نگذارید دلهای شما با پرخوری و مستی و اندیشه های دنیاوی تیره و تار شود، چون آن روز بزرگ ناگهان می رسد. آن روز مانند دامی بر سر همه آدمیان در سراسر دنیا خواهد افتاد. پس بیدار باشید و در تمام اوقات دعا کنید تا قدرت آن را داشته باشید که همه رنج‌هایی را که به زودی پیش می آید پشت سر بگذارید و در حضور پسر انسان بیستید. عیسی روزها را به تعلیم در خانه خدا تعیین کرده بود و شبها از شهر خارج می شد و شب را در کوی زیتون به صبح می آورد و صبحگاهان مردم برای شنیدن سخنان او در خانه خدا جمع می شد.